با سلام دوستی عزیز، از اینکه یگانه تیویر انتخاب کردید بسیار بسیار ازت سپاسگزار هستم. لطفاً کانال را سابسکرایب کرده بر روی آیکون زنگ کلیک کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفاً با گذاشتن کامنت نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام کرده و در بهبود و کیفیت ویدیو به ما کمک کنید. سقوط سوریه و سقوط افغانستان، امترین و ناامترین کشورها کدامند؟ افغانستان سال ناآرامی را پشت سر گذاشته و ناامترین کشور جهان لقب گرفته. در تازه ترین رده‌بندی جهانی در مورد امترین و ناامترین مناطق جهان، افغانستان جای سوریه را گرفته و به عنوان ناامترین کشور جهان معرفی شده است. در رده‌بندی سال گذشته سوریه ناامترین کشور جهان بوده. در کنار افغانستان و سوریه به ترتیب سودان جنوبی، یمن و عراق هم جزو ناامترین کشورها فهرست شده اند. در ابتدای جد ایسلند، نیوزلند، پرتغال، اتریش و دنمارک امترین کشورهای جهان معرفی شدند. ایران در میان 163 کشور که در این رده‌بندی فهرست شدند در جایگاه 139 قرار دارد. اما تاجیکستان با 35 پله بالاتر از کشور همزبانش در جایگاه 105 است. افغانستان سال 2019 را با امید به پیشرفت مذاکرات صلح آغاز کرده. در ماه‌های گذشته نشست‌های مختلفی در قطر، روسیه برگزار شده و نمایندگان آمریکا و طالبان با چراغ سبز کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای بر سر نحوه به دست آمدن صلح و خروج نیروهای آمریکایی مذاکره می‌کنند. در سالی که گذشت افغانستان پس از 3 سال تأخیر سرانجام موفق شد انتخابات پارلمانی را برگزار کند و هرچند روند شمارش آرا و رسیدگی به شکایات زمان بر پیچیده و پرتنش بوده، اما اکنون پارلمان سوم پس از طالبان شروع به کار کرده است. این کشور همچنین خود را برای برگزاری چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان مهر ماه آماده می کند و داوطلبان نامزدی در این انتخابات از چند ماه پیش شروع به اعلام آمادگی انتخاباتی خود کرده اند. با وجود همه اینها جایگاه افغانستان در فهرست امترین کشورهای جهان سقوط کرده و به قعر جدول رسیده است. در کنار تلاش برای صلح برگزاری انتخابات پارلمانی، آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری، جنگ همچنان ادامه دارد، قربانی میگیرد و خسارت وارد میکند. در هفته های نخست سال 2019 دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرد که در سال 2018 خونین ترین سال برای غیر نظامیان این کشور بوده و تلفات غیر نظامیان با 11% افزایش به بیش از 3000 تن در سال رسیده بود. بخش دیگری از ماجرا تلفات نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان است. در ماه جنوری ژانویه امسال اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای نخستین بار از تلفات بالای نظامیان تحت امرش سخن گفت. او در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که از زمانی به قدرت رسیدنش در سال 2014 بیش از 35000 نیروی امنیتی افغانستان در نبرد بر علیه شورشیان کشته شدند. طالبان در کنار ابراز مایل برای مذاکره و حضور فعالانه در گفتگوی صلح با قدرت به شورشگری ادامه میدهند و به درخواست دولت افغانستان به همیان بین المللیش برای آتش بس توجهی ندارد. در جریان سال منتهی به تهیه رده‌بندی اخیر صلح و اقتصاد، مناطق گسترده از افغانستان شاهد حملات شورشیان بوده و حوزه جنگ به مناطق بیشتری گسترش یافته است. در واپسین روزهای سال 2018 میلادی رسانه آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور قصد دارد نیمی از نیروهایش را از افغانستان خارج کند. به اعلام کمرنگ شدن حضور آمریکا در افغانستان، تلاش‌های بیشتری از سوی ایران و روسیه برای نقش آفرینی در بحران افغانستان مشاهده شده. تهران رسما پذیرفت که با طالبان تماس‌هایی داشته و تاکید کرده آینده افغانستان بدون طالبان غیر ممکن است. روسیه هم میزبان دست کم دو نشست میان طالبان و گروه‌های سیاسی افغانستان بوده. سوریه، کشوری که از سال گذشته ناامترین کشور جهان خوانده می شود، اکنون جایش را به افغانستان داده و یک پله صعود کرده است. در سال منتهی به انتشار این فهرست، گروه موسوم به دولت اسلامی داعش
بخش های چشمگیری از مناطق تحت کنترلش در سوریه را از دست داده و در ماه فوریه امسال اعلام شد که فقط 4 کیلومتر مربع از خاک سوریه در کنترل داعش باقی مانده. بیش از آن در ماه دسامبر 2018 رئیس جمهوری آمریکا از شکست داعش در سوریه خبر داد و اعلام کرد نیروهایش را از این کشور خارج میکند. همتای روسیه او ولادیمیر پوتین هم از این تصمیم استقبال کرد و گفت درباره شکست داعش با آقای ترامپ هم نظر است. سوریه که در سالهای اخیر به خاطر جنگ‌های ویرانگر و مرگبار طرفدارهای درگیری حملات شیمیایی، حملات انتحاری و دست به دست شدن شهرها و مناطق میان نیروهای حامی بشار اسد و مخالفانش به طور مرتب در سرخط خبرها بود، ماهای نسبتاً آرامتری را پشت سر می‌گذراند. آرامشی که هر کدام از بازیگران بین‌المللی تلاش می‌کنند در اعتبار آن شریک باشند. یکی از این بازیگران ایران است که در ماه فوریه گذشته میزان با بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود. آقای اسد در نخستین سفر خارجی است از زمان آغاز درگیری داخلی در روسیه به دیدار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رفت و از کمک های ایران قدردانی کرد. با این حال سوریه در قعر جدول در کنار افغانستان، سودان جنوبی، عراق از نوامترین کشورهای جهان است، جایگاهی که شاید در ردبندی های بعدی تغییر کند.